چه عجیب و ماندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه هم کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو. شفا بخشد در و رنج و زخم من مپوری این کلام ساک شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خدا ابدی و جاودان است تمامی کلامت درود به تمامی شما بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید. کماکان در حال مطالعه رساله عادل شمردگی یعنی نامه رومیان هستیم. در ادامه مطالعه امون به فصل 8 رسیدیم و امروز آیات 9 تا 17 رو بررسی می کنیم. در ابتدا اجازه می خوام خوش آمد بگم به مهمان گرانقدر برنامه برادر یوسف ریاض. درود بر شما برادر. درود بر شما. همچنین درود و خوش آمد میگم خدمت شما حاضرین گرامی. برادر یوسف اجازه بدین ابتدا آیات 9 تا 17 رو بخونم و بعد این قسمت رو با هم بررسی خواهیم کرد. بفرمایید. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاصی روحانی هستید، ننفسانی. نفسانی. هر که روح مسیح را ندارد، از آن او نیست. اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما حیات میبخشد چون شما کاملا نیک محسوب شده اید. اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. پولس در ادامه این طور میگه پس ای برادران من ما مدیونیم اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش های نفس زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد اما اگر به یاری روح خدا کارهای جسمانی را نابود سازید خواهید زیست کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم ابا ای پدر روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارث یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال او نیز شریک خواهیم شد پولس در آیه 9 مطلب واضحی رو بیان میکنه اینطور طور میگه اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاص روحانی هستید نه نفسانی هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. میدونیم که رکن و عامل تازه در فصل 8 یعنی روح القدس معادله رو تغییر داد. بله. پس روح القدس در ما ساکنه اما منظور از روحانی بودن و سکونت روح چیه؟ اشخاصی روحانی هستید متضاد نفسانی بودن. همونطور که توی فصل 7 میگه هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم اما الان روحانی هستیم. ما اینو یاد گرفتیم که دو اصطلاحی که در این قسمت اومده درباره وضعیتمون صحبت میکنه اما اصطلاح دیگه یعنی اصطلاح بودن در آدم و در مسیح درباره جایگاه میگه پس در گذشته جایگاه هم در آدم بود اما الان در مسیح در گذشته شرایطم نفسانی بود اما الان روحانیه منظور از نفسانی و روحانی چیه نفسانی یعنی ویژگی کلی و جو زندگی من حول محور نفس میچرخه و اونچه که در زندگیم پررنگه خواسته نفسانی و طبیعت سقوط کرده است و روحانی یعنی زندگی کردن در هیته تازه که همون روح القدس هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست لطفا توضیحی بدید که منظور از از آن او نیست چیه یعنی مسیح مال او نیست زمیر همیشه به اسم قبلش برمیگرده بنابراین متوجه میشیم که اگر کسی روح عیسی مسیح رو نداره اون کسی که روح مسیح رو نداره متعلق به مسیح نیست اگه بخوایم این موضوع رو به زبان ساده‌تر بگیم بر اساس تعریف کتاب مقدس از شخص مسیحی او مسیحی نیست چون در یک مسیحی واقعی روح خداوند عیسی مسیح سکونت داره و به او یک هویت تازه میبخشه یعنی هویت مسیحی <applause> یعنی سکونت روح القدس در ایماندار او رو مسیحی کرده درسته. و به او حیات خدا رو بخشیده و این دیدگاه خداست بله. همین صفات مسیح بله. حیات خدا در داره درست. بنابراین اگر شخصی روح القدس رو نداشته باشه مسیحی نیست خیلی. و وابستگی دقیقا. او به مسیح ظاهریه در آیه 10 می‌فرماید و اگر مسیح در شماست جسم به سبب گناه مرده است و اما روح به سبب عدالت حیات است. برادر منظور این آیه چیه؟ این آیه میگه که اگر عیسی مسیح در شما ساکن باشه، بدن که همون جسم و خونه، یعنی همون طبیعت انسانی ما که مرده و دلیلش هم اینه که در این جسم هنوز خطا و گناه وجود داره. گناه و خطا هنوز در ما ساکنه و باعث این میشه که انسان بمیره. مگر اینکه فدیه جسم های ما اتفاق بیفته این که اتفاق میفته وقتی مسیح بیاد رستگاری بدن بله درسته پس جان و روح جان به واسطه و کار مسیح روی صلیب فدیه شدن و جسم هنوز فدیه نشده ما منتظر فرزند و رستاخیز جسممون هستیم اگر این اتفاق در این دنیا نیفته جسم ما مرده چرا مرده؟ به خاطر گناه اما روح انسانی که در درون ماست زنده است و حیات داره به خاطر پارسایی و کار عیسی مسیح برای ما بر روی صلیب یعنی روح که در آیه ده بهش اشاره شده روح انسانه نه روح القدس دقیقاً. اجازه بدین تا استراحت کوتاهی داشته باشیم بینندگان عزیز به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید تشویقتون میکنم اگر سوالی دارید به آدرس هایی که در طول استراحت بر روی صفحه نمایش داده میشن بفرستید <مید> به دومین بخش برنامه خوش اومدین اجازه بدین با هم بریم و سوالات حضار رو بشنویم میفرماید اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید لطفا درباره این آیه توضیح بدید این آیه به چه معناست برادر دو مرتبه در این آیه به ما گفته شده که روح القدس در درون ما سکونت داره اگه آیه 9 رو به این آیه اضافه کنیم که میگه اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید نه نفسانی این سگانه بسیار جالبه میدونیم که روح القدس با ما ملاقات نمیکنه بلکه در درون ما ساکنه آیه 12 درباره یکی از کارهایی که روح القدس برمون میکنه وقتی که بهمون به میگه اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زندگردانید در وجود شما ساکن باشد همانطور که او را پس از مرگ زندگردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید میخوام بگم که جسم فانی به اجساد مرده اشاره ای نداره بلکه جسم فانی همون جسمیه که شما میتونید با چشمانتون ببینید و در راه مرگ و در راه مرگ در مورد همین جسم فانی در اول قرنتیان فصل 15 نوشته شده زیرا فنا باید به بقا پوشیده شود و این فساد پذیر که قبلا وارد قبر شد و مرد به همه خاطر یکی از شعرای عرب زبان گفته کسی که روح داره فانیه و مرده کسیه که وارد قبر میشه به عبارتی دیگه میشه اینطور گفت که مرده روحی نداره اما در شخص فانی روح ساکنه بنابراین من و شما فناپذیر و در راه مرگ هستیم آیا میخوایم با جسم و خون که بذر مرگ و حمل میکنه وارد آسمان بشیم؟ خیر. به وسیله همان روح القدس که در وجود شما ساکن است، به جسم های فانی شما هم حیات بخشیده خواهد شد. به عبارتی دیگه او جسم خار شده ما رو تبدیل خواهد کرد. این جسم خار شده و سقوط کرده با قدرت چه کسی تبدیل خواهد شد؟ با قدرت روح القدس که در ما سکونت داره یعنی روح القدس خدمات متفاوتی داره اون منو دلگرم میکنه و برکت میده و به هم تعلیم میده که چطور دعا کنم و چی بگم اما علاوه بر اینها وقتی عیسی مسیح بیاد روح القدس این جسم رو تبدیل خواهد کرد او این جسم فانی رو که در راه مرگ زنده میکنه مسیح از طریق روح القدس که در ما ساکنه اونو زنده میکنه. کار تبدیل کننده روح القدس در زمان روبوده شدن اتفاق میفته. بله. زمانی که مسیح میاد تا کلیسا رو ببره. کاملا درسته. این اتفاق برای جسم ما که فانیه رخ میده چون جسم بله. در حال مرگه. درست. او بدن فرومایه ما بله. رو تبدیل میکنه تا بتونه با بدن پرجلالش مطابقت داشته باشه. دقیقا. برادر شما اشاره کردید به سکونت روح القدس. بله. چه چیزی ایماندار کلیسا در عهد جدید رو از ایمانداران در عهد عتیق متمایز میکنه از نظر سکونت روح القدس روح القدس هرگز در ایمانداران عهد عتیق ساکن نشد و دلیلش نبود مسکن مناسب برای سکونت او بود بدن ما یعنی این جسم و خون به هیچ عنوان کافی نیست در عهد عتیق قبل از ریختن روغن باید خون ریخته میشد و این یک نشونه است یعنی خون عیسی مسیح اول باید در قلب‌های ما بیاد و به وسیله ایمان تطهیرش کنه و وقتی که قلب‌های ما با خون عیسی مسیح پاک شدن، روح القدس میاد و در درون ما ساکن میشه چون که ما تبدیل به مسکنی مناسب برای او شدیم او در جسمی که گناه درش هست ساکن نمیشه بنابراین در ابتدا لازمه که ما از طریق خون تطهیر بشیم روح القدس به برخی از ایمانداران عهد نازل میشد و سپس اونها رو ترک میکرد سکونت دائمی نبود. دائمی نبود. سکونت دائم از پنتیکاست شروع شد و ادامه پیدا کرد. عیسی مسیح قبل از صلیب در بالاخانه به این موضوع اشاره کرد و اینطور گفت که آن تسلی دهنده یعنی روح القدس در درونشون ساکن میشه و تا ابد در اونها میمونه. در آیات دوازده و سیزده اینطور میفرماید پس ای برادران من ما مدیونیم اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش نفس زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد. اما اگر به یاری روح خدا کارهای جسمانی را نابود سازید خواهید زیست این آیه به چه معناست خب عبارت ما مدیونیم یعنی من مدیون طبیعت نفسانی خودم نیستم که ازش اطاعت کنم ارتباط ما با طبیعت نفسانی همون انسان کهنه بود که با عیسی مسیح مصلوب شد تا جسم گناهالود به طور کامل نابود بشه من دیگه اصلا زیر قید نیستم و بنابراین آیا عملا این موضوع ممکنه؟ بله امکان پذیره اگر با روح القدس زندگی کنم و او در من کاری کنه که در هیته و قلم رو و او زندگی کنم پس واقعا در آن محیط مقدس زندگی خواهم کرد. برادر یوسف هنوز چند تا نکته سخت در رومیان هشت هست کمی قبل اشاره کردیم که این بدن کنونی بله. همون جسم و خونه که در حال مرگ و در روزی که عیسی بیاد روح القدس رو تبدیل میکنه درست اما در این آیه منظور از طبیعت نفسانی جسم و خون نیست بلکه طبیعت سقوط کرده ی انسانه بله. در واقع در فصل های 7 و 8 بارها به اصطلاح جسم برخوردیم تفاوت معنایی این اصطلاح در این فصلها چیه خب فقط دو معنا وجود داره و ما اونها رو در متن تشخیص میدیم مثلا وقتی میخونیم هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته بلکه آن را تربیت و نوازش میکند منظور جسم و خونه چون ما این جسم رو نمیکشیم بلکه برعکس بهش غذا میدیم و بهش توجه میکنیم از طرفی آیاتی مثل دلبستگی به امور نفسانی مرگ و دشمنی با خداست به طبیعت سقوط کرده اشاره دارن آیا این چیزیه که بهش قضا میدیم و بهش توجه میکنیم؟ البته که نه. اینجا منظور از نفس طبیعت سقوط کرده و فاسدیه که در ماست. پس ما معنی رو از زمینه متن میفهمیم. وقتی بهمون به میگه که یک روز جسم آزاد میشه، آیا منظور طبیعت سقوط کرده است؟ البته که نه. در اینجا منظور نسیار. جسم و خونه پس وقتی میخونیم زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد منظورش طبیعت سقوط کرده است. درسته. اما اگر به یاری روح خدا کارهای جسمانی را نابود سازید خواهید زیست این کار جدیدیه و متعلق به روح دقیقا. چطور کارهای جسم رو با کمک روح القدس نابود کنیم؟ شخصی اینطور گفته که سبک زندگی هست که پایانش مرگه و یک سبک مرگ هست که به حیات ختم میشه. میخوام این آیه رو با توجه به این گفته بخونم. اگر مطابق طبیعت نفسانیتون زندگی کنید و این اصل بر رفتارتون حکم فرما باشه، نتیجه حتمی که از این کار حاصل میشه، اینه که دوچار مرگ ابدی میشین. اگه این راهو در پیش بگیرید، من بهتون میگم که شما رو به قاهره میرسونه و اگه راه دیگر رو انتخاب کنید به مارسامات روح میرسید. بنابراین دو راه داریم و دو مقصد. کدوم مقصدو میخواهید؟ اگه مطابق با طبیعت نفسانی زندگی کنید، مقصد نهایی مرگه. و اگر به یاری روح خدا کارهای جسمانی رو نابود کنید مقصد نهایی که بهش می رسید حیاته اما این کشتن چطور اتفاق می افته؟ نه با کیمیاگری و راه های سخت بلکه به وسیله روح خدا یعنی من در هیته روح القدس زندگی می کنم که منو وارد میکنه. به یک محیط کاملا جدید و من شهوات جسم رو به جان میارم به این خاطر که در محیطی متفاوت به سر میبرم من در این مرگ مسئول هستم این اتفاق با منفعل بودن من رخ نمیده و همینطور با قدرت شخصیم بلکه تنها با قدرت روح القدس میتونیم کارهای جسمانی رو نابود کنیم در قلم رو به روح زندگی میکنیم و اعمال جسم رو مرده خواهیم یافت فهمیدیم یکی از خدمات روح اینه که جسم مرده رو زنده میکنه بله. و همچنین بدن فانی گوشت و خونه درسته. که در راه مرگ و این اتفاق به هنگام اومدن مسیح رخ میده درسته و همینطور از طریق او اعمال نفس رو میکشیم در آیه چهاردهم میفرماید زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند نقش روح القدس در هدایت ما و اثبات اینکه فرزندان خدا هستیم چیه خب ما در جدید چطور میتونیم به هدایت خدا دست پیدا کنیم؟ ما برای اینکه بتونیم به هدایت خدا دست پیدا کنیم باید به سطحی از بلوغ برسیم و نباید مثل کودکان باشیم بلکه مثل بالغان روش هدایت افراد بزرگسال با افراد خردسال کاملا متفاوته ما گاهی اوقات به قوم بنی اسرائیل حسادت می‌کنیم به خاطر داشتن یک ابر شگفتانگیز که اونها را هدایت می‌کرد در حالی که هدایتی که ازش برخورداریم در سطحی بالاتره ابری بالایی سر ما نیست بلکه روح القدس در درون ماست وقتی که ما محزونش نمی کنیم، او ما رو راهنمایی میکنه در همه شرایط زندگی برای همین به ما گفته شده کسانی که از روح خدا الهیت میشن نه فرزندان خدا بلکه پسران خدایند اما فرق بین این دو چیه فرقش کوچیکه اما جالبه واژه پسران مفهوم افراد بالغ و با درک و فهم رو میرسونه اما واژه فرزندان به اشخاصی اشاره میکنه که کوچیک هستند و با اینکه فرزندان خدا هن، اما مثل افراد بزرگسال قوه تشخیص ندارن برای این، همین این هدایت به افراد بالغ به افراد نسبت داده بالغ. شده. درسته. زمانی که ایماندار در روح زندگی میکنه و از هدایتش برخوردار میشه این شاهدی حاکی از این که این ایماندار در زمره پسران خداست. بله. این شواهد درسته. کاملا واضحه. بله. اجازه بدین تا استراحت کوتاهی داشته باشیم. بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید. به آخرین بخش برنامه خوش اومدین بریم و سوالات حضار رو بشنویم. میفرماید شما روح بندگی را نیافتید تا باز ترسان باشید بلکه روح پسر را یافتید که به واسطه آن ندا در می ابا پدر منظور از روح پسر چیه؟ برادر یوسف لطفا توضیح بدین مفهوم روح فرزند چیه؟ خب در اینجا منظور خود روح القدسه اینجا بین ایمانداران عهد عتیق و ایمانداران عهد جدید تفاوت وجود داره همونطور که الان بهش اشاره کردیم منظور از پسران خدا افرادی که به بلوغ رسیدن فرزندان خدا در عهد عتیق بودن اما همونطور که در قلاتیان فصل چهار میگه اونا فرزندان بودن و با یک فرد صغیر یا غلام فرقی نداشتن بنابراین میشه گفت که عهد عتیق روح اسارت و همینطور روح ترس داشت موسا را به یاد بیارید با وجود اینکه مرد بزرگی بود وقتی که بالای کوه بود اینطور گفت میترسم و از ترس به خودم میلرزم موسی خودش ترسیده بود اما روحی که ما در عهد جدید دریافت کردیم به هیچ عنوان روح بردگی و روح ترس نیست بلکه صاحب روح فرزندخواندگی هستیم که روح القدس و به وسیله اون فریاد میزنیم ابا یعنی ای پدر بنابراین وارد رابطه با خدا شدیم رابطه پسران با پدرانشون این موقعیتی فوقالعاده و بسیار عالیه یه پدر هر کسی هم که میخواد باشه فرزندشون ترسونه. اما شخصی که از خداوند دوره از او میترسه و از ترس خدا به خودش میلرزه. او از خدا میترسه. بله میترسه. اما یه پسر از بودن در حضور پدرش خوشحاله و در حضورش لذت میبره. ما روح اسارت و روح ترس رو دریافت نکردیم. بلکه روح فرزندخواندگی رو دریافت کردیم که به یاری او فریاد میزنیم ابا ای پدر اصطلاح ابا یک اصطلاح آرامیه که در تمام ترجمه های کتاب مقدس مثل انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و عربی به شکل ابا باقی مونده و در ادامه میتونیم ببینیم که ترجمه اون هم اومده و ترجمهش میشه پدر زبانهای آرامی و عبری به هم تشابه دارن و بسیار به هم نزدیکن و عباب زبان آرامی یعنی پدر من برای همین میتونیم بهش بگیم پدر این من این و محبت رو میرسونه دقیقا روح خدا با روح ما با هم شهادت میدهند که ما فرزندان خدا هستیم توضیحی بدید که روح القدس در شهادت دادن با ما چه نقشی ایفا میکنه به عنوان مثال ما میتونیم نقش روح القدس رو به عنوان شاهد در اول یوحنا فصل پنج ببینیم روح است که شهادت میدهد و در عبرانیان ده هم می ما گواهی روح القدس را نیز داریم و سومین بار در رومیان 8 روح القدس با روح ما شهادت میده در اینجا او با روح ما شهادت میده یا بر اساس ترجمه های دیگه او با روح ما با هم شهادت میدن هم روح القدس هم روح ما شهادت میدن روح القدس با روح ما شهادت میده که ما فرزندان خداییم و همینطور شهادت میده که ما روح فرزند خاندگی رو داریم و اینکه خدا پدر ماست و همچنین میخونیم ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند آیا برای شاهدی وجود داره؟ بله درون منه روح در درون من شهادت میده و من نیازی به شهادتی از خارج ندارم به این خاطر روحی که در درون منه شهادت میده که من در زمره فرزندان محبوب خدا هستم. برادر کتاب مقدس ما رو پسران خدا خوند و گفت که از هدایت روح برخورداریم بله و شما گفتید منظور از پسران خدا اینه که به بلوغ اشاره میکنه در مورد هدایت شدن با روح همینطوره ولی اینجا ما رو فرزندان خدا میخونه یعنی از خدا تولد یافتیم و متعلق به او این پس با میراث مرتبطه درست درباره میراث در آیه 17 صحبت کنید میفرماید و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارث یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم میراس ما چیه؟ شخص اینطور گفته که وارثان خدا اصطلاح بسیار شگفتانگیز و عالیه. تصور کنید که حدود ثروت خدا چقدره؟ خداوند مالک چیه؟ مالک تمامی دنیا. ما وارثان خدا شدیم و این شگفتانگیزه. باید این عبارت رو اضافه کرد که حتی عجیبتر از قبلیه. هم ارث با خداوند عیسی مسیح. این یعنی ما هم ارث با مسیح شدیم. همون ارسی که سزاوار و شایسته خداوند عیسی مسیحه از آن ما هم شد به این خاطر که ما عروس عیسی مسیح و همینطور اعضای بدن او شدیم ما فرزندان و وارثان خدا شدیم و تمام دارایی و ثروتی که او داره از آن ما شد ما همینطور با عیسی مسیح هم ارث شدیم دو آیه هست که مایلم اونها رو به هم ربط بدم اولیش در عبرانیان ۱ و دومیش در مکاشفه 21 و یکه. ابرانیان یک میگه که خدا عیسی مسیح رو وارث همه چیز کرد و مکاشفه 21 میگه هر که غالب آید این همه چیز را به میراث خواهد برد پس ایماندار غالب یا ایماندار حقیقی همه چیز رو به ارث می‌بره. و همه ایمانداران غالب هستند. درسته. چون با خدا نسبت دارن و عیسی مسیح رو پذیرفتن. چون ایمانداران وارثان خدا و هم ارث با مسیح هستند. بحث میراث خیلی خوبه اما ادامه این آیه کمی, کمی آدمو میترسونه. اگه با این گفته تموم میشد که وارث خدا و هم ارث با مسیح هستیم. میگفتیم چقدر عالی. می ردیفه. <تصفح> اما میخونیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود. چرا به رنج اشاره شده؟ اگه کمی تا به متوجه می شدید که همه چیز هنوز خوبه به عقیده من در و رنج کنونی ما ابدا با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل قیاس نیست البته که در اینجا رنج می کشیم شاید الان وقت کافی برای توضیح دادن این موضوع که دلیل این رنج ها چیه نداشته باشیم اما میخوام تاکید کنم که این رنج ها حرف آخر رو نمیزنن به این خاطر که بعد از رنج ها جلال میاد میخونیم به عقیده من در دو رنج کنونی ما ابدا با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست تعجبی نیست که میگه اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال اونی شریک خواهیم شریک خواهیم شد شریک خواهیم شدا یا به خاطر فرزند خدا بودن در دو رنج میکشیم این رنج به خاطر عیسی مسیح نیست رنجی که به خاطر عیسی مسیحه با شریک بودن در رنج‌های او فرق می‌کنه. ما جزء گروهی هستیم که دنیا ازش نفرت داره همونطور که در اول یوحنا سه نوشته شده اگر دنیا ما را آنطور که در واقع هستیم نمیشناسد علتش این است که او را نشناخته است دنیا مسیح رو نمیشناسه و ازش نفرت داره ما انتظار داریم تا وقتی که با مسیح هستیم با او درد و رنج بکشیم اما این اصلا پایان راه نیست چون بعدش جلال از راه میرسه بنابراین رسیم. این بخش با جلال تموم میشه چون ما با عیسی مسیح رنج میکشیم تا با او جلال بیابیم دقیقا. در برنامه بعد درباره جلال آینده صحبت میکنیم می سپاسگزارم برادر خدا با شما وقتش برنامه رو با هزار مرور کنید کلام خدا در آیه نهم میفرماید اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید نه نفسانی ما از این آیه چه چیزی یاد میگیریم یاد گرفتیم ما در آدم بودیم و اکنون در مسیح هستیم همچنین وضعیت ما نفسانی بود و الان روحانی شده نفسانی یعنی تمام علایق ما حول نفس میچرخه و روحانی یعنی زندگی در هیته روح القدس در ادامه این آیه میفرماید هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست چی متعلق به او نیست مسیح از آن او نیست چون زمیر به اسم قبلش اشاره میکنه در مفهوم کتاب مقدسی یعنی اون شخص حیات مسیحی رو نداره یا با حضور روح القدس و حیات و صفات مسیح نمیشه. در آیه 11 میفرماید و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است منظور از بدنهای فانی شما چیه و چه زمانی زنده میشه منظور از بدنهای فانی جسم و بدن ماست یعنی گوشت و خونی که به سوی مرگ میرن و بذر مرگ رو با خودشون حمل میکنن و در زمان ربوده شدن کلیسا روح القدس که در ما ساکنه بدن فانی ما را تغییر میده و به اون حیات میبخشه تا بدن پرجلالی رو دریافت کنیم در روزی که مسیح برای بردن کلیسا برمیگرده برکت خدا با همگی شما عزیزان ممنونم برای در ممنون شما خدا بهتون برکت بده همچنان. به امید خدا در قسمت بعد مطالعه رو آمی. ادامه میدیم بینندگان عزیز مکاشفه جدیدی که از این قسمت از کتاب مقدس گرفتیم اینه که خود خدا برای انسان پدر شد وقتی روح پسرش رو به قلبهای ما فرستاد و با ما فریاد میزنه ابا ای پدر یعنی به زبان ساده خدا اونطور که مردم تصور میکنن ترسناک نیست خدا انتقامجویی نیست که مردم رو به زور ترس به پرستش خودش مجبور کنه او کسی نیست که به زور ترس مردم رو مجبور کنه که عبادتش کنن و نزدش دعا کنن بلکه با محبت و دنبال رابطه با شماست او میخواد یک پدر واقعی باشه بله پدر حقیقی برای شما هنگامی که با روح القدس خداوند عیسی مسیح وارد زندگیتون بشه و زمانی که روح فرزندخواندگی رو دریافت کنید تا خدا رو صدا بزنید ابا از رابطه محبت با خدا برخوردار میشید که میدونین خدا دوستتون داره بهتون نزدیک میشه و باهاتون صبوره میدونید که خدا نیازهای شما رو میدونه و اونها رو رفع میکنه میفهمید که از او هستید و متعلق به اوید یاد میگیرید به روشی که دوست دارید دعا کنید و با خدا در رابطه باشید و از اون لذت ببرید و مشتاقید تا در حضور خدا باشید و با او بنشینید این همون پرستشیه که کتاب مقدس برای ما به تصویر میکشه پرستش خدای پدر پرستشی که ما رو به پدر نزدیک میکنه نه به خدایی جبار و ستمگر که دائما در این انتظار هست که انسانها را متهم و مجازات کنه تا دیدار دوباره در برنامه بعد خدا با شما يسوع مستحق إيه كل المجد يا يسوع كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك مستحق إيه كل المجد يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع لما نيجي أفق قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلى حضورك يملى يا يسوع خلي حضورك يملي يا يسوع وهنتغير <applause> لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خل حضورك يملنا يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خل حضورك يملعنا يا يسوع چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپریه این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگار کلامتی کلامت خدا رد. عبدی و جاودان است تمامی کلامت